با درود و سلام خدمت بینندگان عزیز ما در ایران و خارج از ایران. از شبکه ABNSAT کانال تلویزیونی آرامیه با شما هستیم. من خیلی خوشحالم شما را دوباره میبینم. خدا را شکر میکنیم که یه فرصت به من داده همدیگر رو ببینیم. من برادر کریم هستم. امروز درس چهارم هست. ما آمدیم از تثلیث صحبت کنیم. تثلیث چیه؟ در مسیحیت سه تا خدا میپرستن، در مسیحیت یک خدا رو میپرستن. خیلی از دوستان من ازشون شنیدم که تثلیث تو کتاب مقدس وجود نداره، مسیحیای نمیدونم جدید آوردنش یا مسیحیای بعد از مسیح، چون مسیح تثلیث نگفته تو کتاب شما تثلیث وجود نداره و تثلیث بعدن اختراع شده برای شما که عیسی مسیح خدا باشه، چون تو عهد قدیم خدا با موسی صحبت کرد، با انبیا صحبت کرد، با یهودیان صحبت کرد از طریق انبیا که خدا یکیه، خدا ستا نیست. ولی در حقیقت دوستان کتاب مقدس کامله و ما مسیحی هستیم، به کتاب مقدس عهد قدیم و جدید ایمان داریم و کل این کتاب کتاب مقدسه. هیچ مشکلی ما با کتاب نداریم. ما چیزی اختراع نمی کنیم. کتاب مقدسمون خیلی واضحه و کتاب مقدس صحبت کرده درباره تثلیث در عهد قدیم. تو کل انبیا، تقریبا انبیای عهد قدیم همشون یکی یکی صحبت کردن درباره تثلیث. عهد جدید هم خیلی صحبت شده، خدا عیسی مسیح هم صحبت کرده. پس ما چیز جدیدی نیوردیم، تو کتاب مقدس هست. لطفا کتاب مقدس رو بخونید، بعدا خودتون حکم کنید، بعدا خودتون به ما بگید که تثلیث ما از کجا آوردیم. تو کتاب مقدس میخونم من چند تا آیه رو با شما در اشتراک میذاریم که این آیه ها امیدوارم که یه سبب برکتی بشه برای دوستانی که ما رو مشاهده میکنن. کتاب پیدایش دوستان، از اول میخوام بگیریم. کتاب پیدایش، کتابی که موسی نوشت به از طریق روح القدس، تو باب 1 و آیه 1 میگه در آغاز هنگامی که خدا آسمان ها و زمین را آفرید، زمین خالی و بیشکل بود و روح خدا روی توده های تاریکی بخار حرکت میکرد. خدا فرمود روشنایی بشود و روشنایی شد. خدا، کتاب مقدس میگه خدا زمین ها و آسمان ها را خلق، روح خدا روی توده های آب حرکت میکرد. خدا فرمود. خدا، روح خدا، خدا فرمود. فرمود یعنی متکلم شد، یعنی کلمه داشت و کلمه انسان شد، عیسی مسیح. روح خدا که وجود داره تو خود عهد قدیم، خدا صحبت کرده. دوستان تثلیث چیز جدیدی نیست که مسیحی آوردن یا بعد از مصلوب شدن و رستاخیز عیسی مسیح تثلیث به وجود اومده. خیلی چیز دوستانی من شنیدم اینه میگن بولس رسول و بعضی از نمیدونم شاگردای مسیح تثلیث اختراع کردن که عیسی مسیح خدا بشه. خودش نگفته، خود نخوا، عیسی مسیح همه چی رو صحبت کرده با مون، همه چی رو به واسطه این کتاب مقدس برامون دقیق منتقل شده. ما چیز جدیدی نیوردیم. ما فقط الان چند تا آیه درباره تثلیث بخونیم که دوستان بدونن تثلیث تو خود کتاب مقدس هستش و ما چیز جدیدی نیوردیم. و خود تثلیث را شرح خواهیم داد که تثلیث چیه. آیا مسیحی ها سه تا خدا میپرستن یا یک خدا را میپرستن؟ و درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما بمونید تا آیه هایی از کتاب مقدس خودمونو بخونیم و توضیح بدیم که تثلیث چیه و به تثلیث چی گفته میشه در کتاب مقدس. آیا مسیحی یا سه تا خدا میپرستن یا یک خدا؟ از پیدایش خوندیم که اولین کتابی که موسی نوشته تو عهد عتیق، تثلیث اونجا خیلی واضح بود.
خدا زمین و آسمان را خلق کرد و روح خدا روی توده های آب حرکت میکرد و خدا فرمود، یعنی خدای ما متکلمه، کلمه داشت و کلمه انسان شد و بین ما زیست، عیسی مسیح، و همون روح خدا روی توده های آب حرکت میکرد، یعنی خدا روح داشت و کلمه داشت و خود خدا وجود داره. پس تثلیث تو کتاب مقدس تو عهد قدیم آیه های زیادی هست، من چند آیه رو انتخاب کردم یا چند تا آیه رو علامت زدم که میخوام فقط براتون بخونم که این آیه ها شاهد باشه از کتاب مقدس، که دوستان میتونن از کتاب مقدس بخونن و خود تثلیث تو کتاب مقدس اومده. تو عهد عتیق خیلی آیایی هست ولی من چند تا رو انتخاب کردم چون وقت ما محدود، همینطور که شما میدونید. انجیل متی باب 28، انجیل عیسی مسیح که یکی از شاگردان مسیح متی بود، خودش می نوشت از زبون عیسی مسیح. باب 28 از آیه 18 میگه آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود، به شاگردان، با شاگردان صحبت می کنه، تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است. خدا زمین را خلق کرد، تمام اختیارات آسمون و زمین به عیسی داده شده. پس بروید، دعای 19، پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر، پسر، روح القدس. دوستان دقت کنید، اسما نیست که میگین سه تا اسما، اسم فل، اسم، یک اسم، به اسم پدر، پسر، روح القدس، یکی، سه تا اسما نیستن، یا به نام های فلان، به نام، به نام یک شخص، به اسم یک شخص، به اسم پدر، پسر، روح القدس غسل تعمید دهید و به ایشان بگویید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشید، من همیشه همراه شما هستم. همینطور که الان میدونیم، عیسی مسیح با جسد خود رو زمین نیست، با جسد خود الان رو زمین نیست. پس بروید هر جایی دنیا که بروید، من همراه شما هستم، یعنی من وجود دارم، یعنی روح القدس شما رو تنها نمیذاره. پس روح القدس خداست و عیسی خداست، فرقی نمی کنه. روح القدس با ما باشه، خدا با ماست. عیسی با ما باشه، خدا با ماست. خدای پدر با ما باشه، خدا با ماست. پس تثلیث سه تا شخص منفرد نیستن، تثلیث با هم سه شخصیت هست ولی یکی هستن. در این قسمت ما بیشتر توضیح خواهیم داد که چطور سه تا هستن و چطور یکی هستن. یه آیه دیگه از کتاب مقدس بخونیم، اول یوحنا، نامه اول یوحنا که نوشته، اول یوحنا باب 5، تو اول یوحنا باب 5 اینجا خیلی واضح گفته، آیه 6 و 7 و 8، سه تا آیه رو با هم میخونیم. یوحنا میگه ما میدانیم که عیسی فرزند خداست، زیرا خدا دوبار این حقیقت را از آسمان اعلام کرد، یک بار به هنگام تعمید او، به هنگام تعمید عیسی مسیح، موقعی که روح القدس نازل شد، و یک بار نیز مدتی پیش از آنکه با مرگ روبرو شود. پس نه فقط به هنگام تعمیدش، بلکه مدتی پیش از مرگش نیز خدا از آسمان سخن گفت. روح خدا نیز که مظهر راستی است، این حقیقت را تأیید می کند که عیسی فرزند خداست. پس سه شاهد تأیید می کنند، سه شاهد تأیید می کنند که عیسی فرزند خداست. صدای روح خدا در قلب ما، صدای روح خدا در قلب ما، صدای آسمان به هنگام تعمید عیسی مسیح و همان صدا مدتی پیش از مرگ او. این سه صدا همان یک سخن را می گویند که عیسی فرزند خداست. آمین. سه تا صدایی که میاد، سه تا صدایی که من میشنوم از خدا، از روح خدا، از عیسی مسیح، سه تا صدا صدای خداست. پس ما یک خدا رو میپرستیم. تو کتاب مقدس تثلیث هست
ما تسلیس و از آیه های کتاب مقدس خوندیم. آیه های کتاب مقدس یا کل کتاب مقدس دوستان خیلی واضحه، درباره ایمان مسیحی خیلی صحبت کرده و آیه هایی درباره تسلیس آمده و شرح داده تسلیس چیه. الان بیشتر دوستان یا من با بیشتر دوستانی که صحبت میکنم میگه مثلا شما که مسیح هستید خدای پدر میپرستید یا روح القدس میپرستید یا عیسی مسیح میپرستید، کدوم یکی رو میپرستید؟ اینها یعنی دوستانی که این سوالات میپرسن فکر میکنن ما سه تا شخص منفرد داریم. عیسی مسیح رو زمینه، به آسمون کاری نداره. روح القدس بالاست، به زمین کاری نداره. نه دوستان، اینطور نیست. عیسی مسیح گفت هر جا که شما بروید من همراه شما هستم، یعنی روح القدس در قلب من و تو ساکن میشه. من هستم یعنی روح القدس هست، پس روح القدس خداست. عیسی مسیح که رو زمین بود خداست، خدا رو زمین آمد و با من صحبت کرد. خدای پدر که تو آسمون خداست، چون تو کتاب مقدس میگه هیچ کس نمیتواند خدا را ببیند و زنده بماند، یعنی خدای پدر هیچ کس نمیتونه اونو ببینه. این هم تو کتاب مقدس هست، تو عهد عتیق هست، با موسی صحبت کرده و به موسی گفته تو نمیتونی منو ببینی، اگر منو ببینی در جا میمیری، نمیتونی منو ببینی، هیچ کس نمیتونه منو ببینه. پس عیسی مسیح خدایی که در جسد ظاهر شد و برای ما صحبت کرد، ما جسد عیسی مسیح رو دیدیم، بشریت عیسی مسیح رو دیدیم و صحبت کرده و فهمیدیم که خدا در جسد ظاهر شد. چون تمام اعمالی که عیسی مسیح انجام داد، تمام معجزاتی که انجام داد، فقط خدا میتونه این کارا رو انجام بده و خدا خودش تو کتاب مقدس اینو گفته، گفت خالق منم، مسبب منم، و عیسی مسیح کارا رو انجام داده و خودش گفت من پسر خدا هستم. در قسمت بعدی ما شرحی خواهیم داشت که عیسی پسر خداست یا خداست، و عیسی چند بار تو کتاب مقدس گفته من پسر انسان هستم. آیا عیسی مسیح پسر انسانه، پسر خداست یا خود خداست؟ در قسمت بعدی ما شرح خواهیم داد، ولی در این قسمت فقط ما اومدیم تسلیس رو شرح بدیم و چند تا آیه از کتاب مقدس عهد عتیق خوندیم، انجیل عیسی مسیح و پیام هایی که یوحنا بعد از عیسی، بعد از صعود عیسی مسیح، این پیام ها را برای قوم ها فرستاد. ما یک توقف کوتاهی میکنیم دوستان، لطفا با ما بمونید، ما بیشتر و بیشتر شرح خواهیم داد این تسلیس که برای دوستان باز بشه و آشکار بشه. لطفا با ما بمونید، بعد از یک توقف کوتاه برمیگردیم. عرض سلام مجدد دوستان، دوباره با هم هستیم، این برنامه رو تکمیل میکنیم. تسلیس چیه در کتاب مقدس؟ ما خوندیم در کتاب مقدس آیایی از عهد عتیق و عهد جدید درباره تسلیس، که تسلیس تو خود کتاب مقدس هست و آیایی در کتاب مقدس وجود داره. خیلی آیایی هست، ولی ما چند تا آیه را مثال اوردیم یا ذکر کردیم. ای آیات تو کتاب مقدس تسلیس برامون واضح نوشتن یا شرح دادن به طریقی که مسیحی ها یا شاگردان مسیح فهمیدن. ولی امروز ما سوال هست، دوستان میپرسن تسلیس چیه، عقیده تسلیس چیه، چطور دوستان یا چطور مسیحی ها میتونن خدا رو بپرستن، آیا خدای پدر میپرستن یا خدای پسر یا خدای روح القدس، هر سه تا خدا دارن، یکی از یکی بزرگتره و این چیزای زیادی هست. یک تصویر رو صفحه دوستان بگیریم، این تصویر رو صفحه اینجا برامون شرح میده، پدر، پسر، روح القدس. بعد پسر پدر نیست، پدر روح القدس نیست،
روح القدس پسر نیست، اما پسر خداست، روح القدس خداست، پدر خداست. خب این یکم پیچیده تر شد، تقریبا یکم پیچیده تر شد، چون پدر خودش پسر نیست، پسر خودش روح القدس نیست، اما سه تا با هم یکی هستن، یکی هستن. تو کتاب مقدس نوشته که عیسی مسیح گفته منو به چیزی تشبیه نکنید. ما نمیتونیم مثال بیاریم یا عیسی مسیح به اون مثال تشبیه کنیم، ولی تشبیه مجازی هست. ما میتونیم با این تشبیه یا یه مثالی بزنیم که شرح بدیم، فقط شرح بدیم، نمیخوام، چون خدا دوستان نامحدوده، درکش از بشریت بیشتره، بالاتره. ما که انسانیم، ما یه عقل محدودی داریم، یه درک محدودی داریم، نمیتونیم خدا رو با کل عظمت و به طوری که بخواهیم بشناسیم، ولی خدا از طریق کتاب مقدس خودشو برای ما آشکار کرد، خودشو برای ما معرفی کرد. در عهد عتیق خوندیم، در عهد جدید خوندیم، تو کل کتاب مقدس شرح داده شده. ولی من دو تا مثال کوچیک بگیرم یا دو تا مثال کوچیک بزنم که یکم تسلیس برای دوستان نزدیکتر بشه، نزدیکتر بشه که بگن مثلا مسیحی ها نه، یک خدا رو میپرستن، سه تا خدا نمیپرستن. به آیه زیادی تو کتاب مقدس هست که ما مسیحی ها یک خدا رو میپرستیم، عهد عتیق و عهد جدید ما یک خدا رو میپرستیم، یک خدا رو میپرستیم. اما از سه طریق میتونیم خدا رو بشناسیم، از سه جهت میتونیم خدای خودمون رو معرفی کنیم. پس ما یک خدا رو میپرستیم، از سه جهت میتونیم معرفیش کنیم. خب ما الان بیرونم آفتاب میزنه، خیلی گرمه. یکی رد میشه میگه خیلی گرمه، چرا آفتابه؟ خب از همون گرمایی من میگم آفتابه، همون گرمایی من گفتم آفتابه، درست هست، گرمایی آفتابه. یکی از چشاش رو دستش رو چشاش میذاره بیرون، خیلی نوره، نمیتونم ببینم، چرا؟ میگه آفتابه. به طریق نور، از طریق نور میگه آفتابه، از طریق گرما میگه آفتابه، خود آفتاب هم آفتاب هست. پس ستا نیست، گرما آفتابه، نور آفتابه، آفتاب خودش هم آفتاب هست، اما نور گرما نیست، گرما نور نیست، نور گرمایی نداره ممکن باشه، ولی گرما یه چیز دیگه است، نور یه چیز دیگه است. تو خود انسان، اما یکی همش میخواد با هم باشه، یه دونه خورشیده، یه دونه آفتابه، یه دونه خورشید، یه دونه خورشید، بله، یه دونه خورشید نورش میتابه. از طریق نور من میتونم ببینم خورشیده، از طریق گرما میتونم بفهمم خورشیده. اما همونطوری که گفتم نور گرما نیست، گرما نور نیست، ولی نور خودش خورشیده، خورشید خودش نور میده و گرما میده. پس ستا نیست، یکیه، یک خورشید، یه دونه خورشید داریم، نورش میتابه به همه جا. پس خدا هم اینطوری تو کتاب مقدس خودش برامون معرفی کرده. از طریق عیسی مسیح ما میتونیم خدا رو بشناسیم، عیسی مسیح بپرستیم، خدا رو میپرستیم، روح القدس تو دلمون ساکن میشه، ما روح القدس میپرستیم، خدا رو میپرستیم، کسی دیگه رو نمیپرستیم. ای خدای پدر، به نام عیسی مسیح من خدا رو میپرستم، ای روح القدس، ای خدا، روح القدس تو بریز تو دلم، من خدا رو میپرستم. دوستان عزیز، پس ما ذات خدا نمیپرستیم، که کل کتاب مقدس خدا یکتاست، کتاب مقدس میگه خدا یکتاست. اما از سه طریق میتونم خدا رو بشناسم، از طریق عیسی مسیح خدا رو شناختم، خدا در جسد انسان ظاهر شد و بین ما زیست، کتاب مقدس اینه میگه. وقتی عیسی مسیح خدایی که رو زمین را میره، هیچ مشکلی رو نداره، ما خدا رو زمین را میره، با مردم صحبت کرد، تعالیم به مردم داد. عیسی مسیح گفته هر جا که شما بروید من وسط شما خواهم بود، اگر دو یا سه نفر به نام من جمع بشن من اونجا خواهم بود. خب عیسی مسیح الان با جسدش رو زمین نیست، خب خواهم بود، روح خدا اونجا است، روح خدا وسط ایماندارا ساکن میشه، ولی وسط ایماندارا هست تو کلیسا، توی خونه، توی جایی دعا میکنن، اونجا روح خدا هست، یعنی عیسی مسیح هست، یعنی خدا هست.
یعنی خدا هست. خود انسان دوستان، خود انسان روح داره، کلمه داره، متکلمه. از طریق کلمات میتونن تو رو بشناسن هر جا دنیا که باشی. از ایران میخوای زنگ بزنی آمریکا، با آمریکا داری صحبت میکنی. خب فلانی کی رو تلفن فلانیه، میگه فلانی تو آمریکاست. نه، از کلمه خودش متکلمه، از کلمش من میفهمم فلانی داره با من صحبت میکنه، از کلمش فهمیدم فلانیه، از کلمه فهمیدم فلانیه. یا میگه فلانی روح شاد، فلانی فوت کرد، روح شاد باشه. روحش خودش هست ولی روحش کلمش نیست، روحش کلمش نیست، کلمش روحش نیست ولی کلمش خودشه. روحش خودش، روح شاد یعنی از بر رفت. وقتی خودش با یک کلمش از طریق کلمه من شناختمش، یعنی خودش با من صحبت کرد، وجودش با من بود، احساس میکردم چقدر نگران بود، احساس می از چی احساس میکردم، از طریق کلمه احساس میکردم چقدر خوشحال بود، احساس میکردم خیلی صحبت میکرد. میفهمیدی از طریق کلمه میتونی کل وجودش بفهمی، ولی کلمش روحش نیست. وقتی میگیم روحش شاد یعنی مرد، کلمه دیگه وجود نداره. و این بیشتر من این انسان میگیم، ولی خدا بیشتر از این درک هست. خدا رو میخوام تعریف کنیم، خدا بیشتر از این درک هست. نمیتونیم درکش کنیم با یه عقل محدود. ما انسانی محدودیم ولی خدا نامحدوده. و کلمه انسان شد. خدا در عهد عتیق متکلمه، خدا از ازل تا ابد متکلمه. کلمش انسان شد و بین ما زیست. کلمه خدا انسان شد، عیسی مسیح. روح خدا در ما ساکن میشه. روح خدا، کلمه خدا، خدا یکیه. نمیتونم بگم این روح خدا با کلمه خدا فرق میکنه، نیست، یکیه. روح خدا، کلمه خدا، خود خدا یکیه. روحش در وسط مؤمنین، در وسط دوستانی که ایمان دارن دعا میکنن، خدا روحشو میریزه اونجا. خدا وقتی روحشو میریزه، این معناش نیست که آسمون بدون روح خدا میمونه، نه، روح خدا همه جا هست، اونجا هم میریزه. اونجایی که خودت میطلبی اونجا هم میاد. وقتی عیسی مسیح خدای رو زمین بود، خدا تو آسمون بود، خدا تو کشورهای دیگه بود که عیسی مسیح اون کشورها نرفته. آره بود، همه جا بود، همه جا رو پر میکرد، ولی اینجا ظاهر شد، مردم دیدن، با جسد عیسی مسیح صحبت کرد با مردم. پس مسیحی ها ستا نمیپرستن، یکی رو میپرستن. بلی همونطور که گفتیم پسر پدر نیست، پدر روح القدس نیست، چون پسر روسلی مرد، خدا نمیمیره. پسر غذا میخورد، خدا غذا نمیخوره. پسر خسته میشد، خدا خسته نمیشه. روح القدس تو دلم لمس میشه، روح القدس احساس میکنم تو دلم، ولی عیسی مسیح نمیشتونم بگم عیسی مسیح تو دلم. آره تو دلم دوستش دارم، ولی تو دلم احساسش کنم، نه، روح القدس احساس میکنم تو دلم. پس واضحه، زیاد سخت نیست، زیادم آسون نیست درکش، زیادم آسون نیست، ولی از طریق کتاب مقدس با دعا از خدا می طلبیم، دعا می کنیم، از خدا می خواهیم که این تسلیس رو مکاشفه کنه، برای ما باز کنه. دوستان همه چی با دعا باز میشه، چون خدای ما خدای زنده است، خدای کتاب مقدس خدای کامله، خدا متکلم، خدا روح داره. خدایی نیست که نشناسیمش یک خدای بالاست نمیشناسیم، نه، خدا انسان شد، از محبت انسانها انسان شد و با انسان صحبت کرد. پس این معناش نیست که وقتی من عیسی مسیح بپرستم از خدا دورم، نه، من عیسی مسیح میپرستم، خدا رو میپرستم، روح القدس میپرستم، خدا رو میپرستم. روح خدا خودش خداست، کلمه خدا خودش خداست. سه تا طریق، از سه تا طریق میتونم، از سه تا راه به خدا برسم. عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حقیقت هستم، من راه و راستی و حقیقت هستم. بدون اینکه خدا با من صحبت نکرد از طریق کتاب مقدس، نمیتونم خدا رو بشناسم. پس کلمه خدا عیسی مسیح با من صحبت کرد که من به خدا برسم. عیسی مسیح نیازی به جسد نداشت،
نیاز نداشت بیاد رو زمین، ولی من نیاز داشتم، من انسانم، من خطاکارم، نیاز داشتم یکی بیاد خدا رو به من معرفی کنم. خدا رو نمیشناختم. اینطوری هست دوستان، ایمان مسیحی کامله. سه تا خدا نمیپرستیم، یک خدا رو میپرستیم. خدا یکتاست تو کتاب مقدس، ولی از سه تا طریق میتونم خدا رو بشناسم. یعنی سه تا راه دارم، راه بسته نیست، راه بازه. از طریق عیسی مسیح خدا رو میشناسم، از طریق لمس که خدا تو دلم روح القدس ریخته، روح القدس با هم صحبت میکنه، من صدای خدا رو میشنم، با خدا دارم صحبت میکنم. پس خدای کتاب مقدس یکی دوستان، ستا نیست و تسلیس واضحه، زیاد سخت نیست. من دعا میکنم به نام عیسی مسیح، تمام دوستانی که ما رو مشاهده میکنن، تمام دوستانی که این کلام رو شنیدن، خدای من، خدای بزرگ، روح قدوستو بریز، این مکاشفه رو براشون باز کن. ای خدا به نام عیسی مسیح طلبیدیم با شکر و سپاس. آمین آمین. دوستان در دعا باشید، لطفا برای خودتون دعا کنید. خدای ما میشنوه، کتاب مقدس رو بخونید، کلمه خداست. لطفا با خدا نزدیک بشید، دعا کنید، باز میکنه. برای من خیلی سخت بود، ولی الان خیلی آسون. من عیسی مسیح میپرستم با دل و جان، چرا خدای منه. خدا انسان شد به بین ما زیست. زیاد سخت نیست. قسمت بعدی همدیگر رو خواهم دید با یه شرح و یک برنامه جدید. به امید دیدار.